سلام، سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان. جمشید شالنگی هستم، این بار از لس آنجلس با شما عزیزان خواهیم بود در ساعت پیش رو در تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا. چون پنج شنبه های اخیر در این شماره از برنامه نیز میپردازیم به مسائل اقتصادی و کارگری در ایران. در نیمه نخست برنامه آقای رضا تقی‌زاده کارشناس نفت و امور بین الملل با من و شما هستند. نگاهی خواهیم داشت به آنچه که وزیر اقتصاد ولایت فقیه اخیراً گفته است و نیز مرور خواهیم کرد زمینه‌های مربوط به وضعیت معیشتی مردم. مسئولان جمهوری اسلامی میگویند خط فقر در ایران به 3 میلیون تومان رسیده و آنچه که آیت الله خامنه ای اخیراً درباره وضعیت نفت ایران گفته و تابعیت اقتصاد ایران از سیاست های خارجی. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای تقی‌زاده عزیز سلام به شما در انگلستان و سلام به شما در لس آنجلس. خوشا به حال شما که از هوای بارانی اروپا دور هستید و در هوای بهاری لس آنجلس اقامت دارید. آقای تقی‌زاده گرامی، علی‌رغم فصل‌ها که میان و میرن، ظاهرا وضعیت اقتصادی در ایران، معیشتی در ایران، فقر در ایران خطی مستقیم و رو به افزایش داره. خط فقر رو اخیراً اعلام کردن. تفسیر شما رو میشنویم. چرا؟ روز به روز فقیران فقیرتر میشن در ایران، ثروتمندان ثروتمندتر. فاصله ای که الان بین فقر و ثروت وجود داره و در حال گسترش هست، شاید بزرگترین عارضه است که جمهوری اسلامی به علت پیش گرفتن سیاست‌های کلان اقتصادی به مردم ایران تحمیل کرده. همونطور که شما اشاره کردید، واقعا گروهی در ایران هستند که از همه امتیازات برخوردارن، حتی حاضرن 9000 دلار برای حضور در یک صفحه اینترنتی یا فیسبوکی بدن برای اینکه خودشون رو به عنوان میلیاردرهای نسل نو به مردم معرفی بکنن، در حالی که معاون اجرایی رئیس جمهور اعلام میکنه سبدهای کمک غذایی رو برای نزدیک به 7-8 میلیون نفر ایرانی آماده کرده و اینها کسانی هستند که بسیار زیر خط فقر قرار دارن و حتی برای امرار معاش روزانه هم نیازمند کمک‌های دولتی هستند. و این در وضعیتی است آقای چالنگی که واقعا مملکت ما مملکت ثروتمندی است. به غیر از داشتن یک نسل پویا، به غیر از داشتن یک جمعیت 80 میلیونی که میتونه حتی بدون ارتباط با اقتصادهای دیگر یک اقتصاد خودکفا و خودبسنده و پویا رو در داخل داشته باشه، به علاوه منابع عظیم انرژی که ترکیب اون یعنی گاز و نفت بزرگترین ترکیب منبع انرژی در دنیا هست، مملکت ما به این روز افتاده. حال اون که وقتی حتی یه نگاه کوتاه به آبهای جنوبی خلیج فارس میکنیم، میبینیم مردم ساکن حاشیه جنوبی خلیج فارس بدون برخورداری از کمترین امتیازاتی که ایران داره، فقط با استفاده از منبع نفت یا گاز تبدیل به مراکز ثروت و قدرتی شدن که نه تنها در منطقه در تحولات سیاسی و امنیتی تأثیر گذارن، از بالاترین سطح زندگی هم مردم اونها برخورداره و مردم ایران از خودشون میپرسن واقعا چرا. و نه تنها درمانی برای این سقوط آزاد هنوز دولت آقای روحانی ارائه نکرده، که آینده رو هم تیره تر از اون چی که شاید بعضی ها در داخل ایران تصور میکنن ترسیم میکنه. همین چند روز قبل بود که
وزیر کشور جمهوری اسلامی دولت تدبیر امید آقای روحانی اعلام کرد که ما در 7 سال آینده 11 میلیون بیکاری با درجه دانشگاهی داریم و همین امروز اعلام کردند که ظرفیت تولید دکتر در ایران به 2 برابر افزایش پیدا کرده. تقریبا میشه گفت که ایران فقط برای به تأخیر انداختن زمان اشتغال نیروهای جوان مدرک سازی و تولید مدرک رو در دستور کار قرار داده، نسخه ای که شاید نزدیک به 35 سال پیش آقای رفسنجانی داشت و هنوز هم در این کارخانه فعالیت بیشتر از جاهای دیگری است که باید شغل تولیدی ایجاد بشه. آقای طنزاده اشاره کردیم به دولت آقای حسن روحانی، وزیر اقتصاد در همین دولت درباره وضعیت بیکاری در ایران و راههایی برای پایان دادن به این مسئله و زمینه‌های دیگه صحبت کرد. اظهارات ایشون رو تا چه اندازه منطبق بر واقعیات جاری در ایران میدونید و تا چه اندازه راه حل‌های امیدبخشی برای مسائل اقتصادی کشور؟ مقامات اقتصادی دولت آقای روحانی اعلام کردند که در طول 8 ماه گذشته 400 هزار فرصت شغلی ایجاد کردند. ولی وقتی از اونها پرسیده شد که این 400 هزار فرصت شغلی در کدام یکی از بخش‌های تولید صنعتی، کشاورزی یا خدمات بوده، از دادن پاسخ مستقیم خودداری کردند، چرا که واقعا 400 هزار فرصت شغلی در ایران ایجاد نشده بود و اونها با فقط تغییر آمار و ارقام و خارج شدن داوطلبانه نزدیک به 1 میلیون نفر از بازار کار آمار تازه رو در جهت افزایش فرصت‌های شغلی ارائه کردند. واقعا دولت در طول 1 سال و اندی گذشته که مجال داشته به مسائل داخلی ایران به صورت جدیتر بپردازه، همه همش رو متوجه برنامه‌های خارجی، امنیت منطقه و مذاکرات اتمی کرده و تحولات در بخش اقتصادی بسیار محدوده و بدبختانه از نگاه دولت عوامل خارجی هم به کمک دولت نیامده. ضمن اینکه دولت یک پیروزی نسبی در جهت تثبیت قیمت ارزهای خارجی و نرخ تبدیل پول ملی ایران به پولهای خارجی داشته، یعنی سقوط آزاد دوره دولت آقای احمدی نژاد متوقف شده، در بقیه زمینه ها واقعا به توفیقی دست پیدا نکرده و کاهش قیمت نفت به خصوص در طول 3 ماه گذشته این وضعیت رو برای دولت بسیار بسیار دشوارتر از پیش کرده. در طول 3 ماه گذشته نزدیک به 35 دلار در هر بشکه قیمت نفت کاهش پیدا کرده. مفهوم این حرف با توجه به نرخی که دولت برای نفت و درآمدهای صادراتی نفت در بودجه سالانه منظور کرده 100 دلار برای هر بشکه است. خب عامل دیگری هم در این موضوع مهمه و اون حجم صادراتی است که برای تامین بودجه پیش بینی شده در بودجه سال جاری. دولت آقای روحانی پیش بینی کرده آقای چالنگی که 1,400,000 بشکه نفت صادر بکنه و همونطور که عرض کردم هر بشکه نفت رو با قیمت 100 دلار بفروشه. حالا قیمت نفت از 100 دلار به در حدود 110 دلار به حدود 82 دلار کاهش پیدا کرده و حجم صادرات نفت ایران هم واقعا به 1,400,000 بشکه در روز نرسیده، چیزی در حدود 1 میلیون بشکه یا نوسان اون در حدود 1,200,000 بشکه است. عملا در انتهای امسال میبینیم که دولت با یک کسری بودجه در حدود 35% در زمینه درآمدهای ارزیش روبروست که این با توجه به کسری بودجه از سال قبل باقی مانده نشون میده که دولت واقعا دارای شرایط بسیار دشواری است. ولی در عین حال آقای طبیب نیا وزیر اقتصاد آقای روحانی اعلام میکنه که ما کاهش قیمت نفت رو هم به فال نیک میگیریم. واقعا وزیر اقتصاد برای گذر از بحرانهای اقتصادی امروز ایران به فال بینی متوسل شده. خب یکی از فرصتهای شغلی ایجاد شده، آیا به طور رسمی شاید اعلام نشه فرصتهای شغلی جز اون فهرست، اما دانشگاه مدعی هست، به حال نوعی فرصت شغلی میتونه باشه یا نه؟ در همونطور که میگید وزیر اقتصادی که البته این آقای وزیر اقتصاد دولت روحانی خیلی مورد تعریف و تمجید بسیاری قرار گرفت، حتی کسانی که در خارج هستند در آغاز کار.
اما همین وزیر اقتصاد حتی آمده و گفته هم نوا و هم صدا با وزیر خارجه ولایت که تحریم ها هیچ اثری در وضعیت ما نداشته. تا چه اندازه درسته این حرفای در اون مورد قبل نه تنها این شوخی نیست، بلکه آقای زرقامی که مسئولیت اداره به اصطلاح شبکه ملی رو داره، رسانه ملی رو داره، یعنی مسئول تلویزیون و رادیو جمهوری اسلامی است، هفته قبل در یکی از این جلساتی که مداحان حضور داشتن شرکت کرده بود و این تیتر روزنامه های تحت کنترل جمهوری اسلامی بود که مداحان از تاثیرگذاری بسیار بالایی برخوردارن. خب این حرف لطیفه شما رو آقای زرقامی به عنوان یک جنبندی رسمی حاکمیت جمهوری اسلامی تحویل مردم داده، واقعا شاید در این جهت هم تلاش میکنن. همین سال گذشته بود که مقایسه میکردن اعتباری که برای مساجد و برای تربیت کردن معممین تأمین شده به مراتب بیشتر از بودجه علمی دانشگاه هاست. یعنی مملکت ما حداقل به صورت درباری به سمت دانشگاه، به سمت مذهبی شدن قدم برمی‌داره و فاصله میگیره از واقعا تحقیق دانشگاهی. اون چیزی که در دانشگاه اتفاق میفته تحقیق نیست، واقعا پرورش دادن یک گروه کارگزار کارآمد برای فعالیت در یک اقتصاد پویا نیست. دلیل روشن اثبات این قضیه باز اظهارات دولت در هفته گذشته است که اعلام کردن در صدور کارگر به خارج ناموفق موندند، که این باز خودش نشون میده که واقعا کارگری که از ایران میره کارگری نیست که به درد کار در یک اقتصاد پویا بخوره، و در حد ساده اگر این کارگر صادر میشه به غیر از مشکلات سیاسی که برای کشور میزبان درست میکنه، انتظارات و توقع اون بیشتر از انتظارات دستمزد کارگرهایی هستند که از فیلیپین یا بنگلادش پیشتر میرفتن و یا حالا کارگرهایی که از عراق و از سوریه عازم کشورهای کارگرپذیر ایرانی هستند، به خصوص ترکیه. خب در این مورد هم میبینیم دولت تدبیر امید واقعا به بیراهه میره و یا مسئله رو درست نمیخواد ببینه، یا برای مردم اون رو درست توضیح نمیده، و یا قابلیت برخورد با این مسائل رو نداره. در مورد تحریم، البته در مورد مداحان شاید حق با آقای زرقامی باشه. آقای تقی‌زاده ببینید، واقعیت این هستش که در زمانی که پس از انقلاب آمدن و در دانشگاه تهران مسجد ساختن، محل نماز جمعه شد و بسیاری از اساتید دانشگاه، بسیاری از دانشجویان، بسیاری از نویسندگان، روزنامه نگاران رفتند و در اونجا پشت سر آقای طالقانی ایستادن و نماز خوندن. فیلمساز مشهور کشور آقای مسعود کیمیایی از اونجا، عرض کنم خدمتتون، تو برنامه رو رپورتاج میکرد برای تلویزیون برآمده از انقلاب، و دو شاعر سرشناس کشور در همون زمان جز مشاوران دستگاه تبلیغاتی حکومت بودند و همدستان آقای کیمیایی. و ادامه اون ماجرا، شما تو نشاره کردید آقای تغییرزاده، ادامه اون ماجرا مداحان هستند. در همین حال حاضر شما میبینید هستند فیلمسازان ایرانی که پای مداحی مداحان ولایت فقیه سینه میزنند و اثرگذار هستند. چرا نه؟ ولی کاسه افلاس جمهوری اسلامی حداقل در بعد اقتصادی یقینا تبعاتش دامنگیر حتی مداحان هم خواهد شد. به جایی خواهد رسید که جمهوری اسلامی در صورت ادامه وضع موجود حتی امکان تأمین نیازهای این چند میلیونی که طرفداران یا حقوق بگیران مستقیمش هستن رو هم نخواهند داشت. حقوق سپاه پاسداران، حقوق مداحان، حقوق مورد نیاز طلبه ها و مراکز مذهبی، این مشکل رو در سال آخر دولت آقای احمدی نژاد هم شاهد بودیم، در حالی که آقای روحانی واقعا تغییر عمده‌ای در این وضعیت ایجاد نکرده. یکی از کارهایی که میتونست آقای چالنگی، آقای روحانی انجام بده، حداقل با صداقت با مردم برخورد کردن بود، حداقل آغاز درستی بود برای وارونه کردن روند فاسدتر شدن جامعه ما که از اقتصاد سیاست شروع شده و حالا به همه زمینه ها دامنه پیدا کرده. آقای تغی‌زاده، من بدون رودرواسی از شما سوال میپرسم.
چطور میشه بعد از 35 سال تجربیاتی که در دوران آقای خمینی وجود داشت و در دوران آقای خاتمی، آیا واقعا میشه توقع داشت از یک ملای شیعه، روحانی شیعه در مسند قدرت بشینه باز توقع صداقت داشت؟ توقع این داشت که حرف راست به مردم بزنه؟ آیا همین توقع، آیا این ور قضیه مشکلی وجود نداره که تجربه آموزی از اون چی که پس از انقلاب و در جریان انقلاب بر سر مردم آمد؟ صحبت مدعی شد با آمدن آقای حسن روحانی، مگر نبودن بسیاری از کسانی که حتی مخالف حکومت بودن به نحوی، اما در مدعی از آقای حسن روحانی و همین آقای طیب نیا شروع به مدعی کردن. حرف من این هست، اساسا میشه توقع داشت که یک ملای شیعه در مقام رئیس جمهوری کشوری مثل ایران باز توقع صداقت ازش داشت؟ آقای طرز، در دموکراسی های مدرن آقای چالنگی، شما خوب میدونید که مذهب از سیاست کاملا جداست. مذهب یک باور شخصی است، سیاست علم اداره دولته و باید به هر حال این اختیار و این قدرت در اختیار مردم باشه، در دست مردم باشه، حال اون که در ایران چنین وضعیتی نیست. من ضمن این که مثل شما موافق جدایی سیاست از مذهب هستم و موافق انتقال مستقیم قدرت از عوامل حکومت به مردم، ولی صرفا مذهبی بودن یک فرد رو دلیل انحطاط اخلاقی او نمیبینم. آقای مکاریوس رهبر مذهبی قبرس هم مذهبی بود، به هر حال ارتدوکس بود، ولی سمبول کشورش به حساب می اومد، اولین رهبر این کشور بعد از استقلال اون بود و به هر حال بعد از اون قبرس تونست در مسیری قرار بگیره که امروز یک جامعه نسبتا پیشرفته است. ولی در حکومت ما اونچه که مشکل اصلی هست تداوم قدرت و تداوم قدرت در دست روحانی ها و تداوم قدرت به هر حال استبداد رو به دنبال میکشه و استبداد نقطه شروع فساده. بنابراین یک حلقه منحوس به دور جمهوری اسلامی و حاکمیت درست شده و اونچه که ما امروز میبینیم مردم ازش آسیب میبینن، ضرر میکنن، زندگیشون رو تباه کرده، همین حلقه منحوسه. خب این پرسش من همچنان هست که این حرف مسئولان جمهوری اسلامی که تحریم ها هیچ اثری نداشته در روند سیاسی ایران، حتی روند اقتصادی، تا چه اندازه باستاب واقعیت هست آقای طرزاده عزیز؟ روز گذشته آقای طیب نیا وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی بار دیگه وقتی مورد پرسش قرار گرفت که با توجه به کاهش قیمت نفت وضعیت شما چجوریست، کمبود بودجه رو چطور تامین میکنید و چطور میتونید کتابتون رو به هر حال متعادل نگه دارید، باز همین حرف شعارگونه رو تکرار کرد که ما از تحریم ها استقبال میکنیم. ولی واقعا چطور میشه آخه؟ آقای طیب نیا به مردم توضیح میده که آیا خود او هم از این سبد غذایی 77 میلیون مردم دیگه برخورداره؟ آیا او هم برای تامین مواد غذاییش کوپن میگیره؟ آقای ظریف هم همینطوره، یا با هواپیمای فرست کلاس پرواز میکنه، در هتل والدورف آستوریا زندگی میکنه وقتی ماموریت خارجی داره، ماموریت داخلیش هم با آشپز و نوکر و دربان و راننده تامین میشه. اینها واقعا از زندگی متعارفی مردم فاصله زیاد گرفتن، فقط مقاومت رو مسئولیت و وظیفه مردم میدونن توأم و حق خودشون رو برخورداری از امکانات این مملکت. و این دلبر جانان من الان نوبت به اصلاح طلبان رسیده که حاکمن و واقعا دستی و لمسی از مشکلات مردم امروز ندارن. آقای طرزاده، آقای خامنه ای روز گذشته صحبت میکرده در زمین های دیگه راجب اسرائیل، را حل مسئله فلسطین رو که مدت هاست ارائه کرده و اظهار اطمینان کرده که این بهترین راه حل است. اون به جای خود که گفته برای اسرائیل باید نابود بشه و نابودش این نیستش ما یهودی ها رو همه رو بکشیم، بلکه انتخابات دموکراسی است و اینکه بیان از فلسطینی ها بپرسن که آیا اسرائیل باید وجود داشته باشه یا نه و این راه حل
آقای خامنه‌ای، این یه مسئله عمده خاورمیانه رو به این طریق حل کردن که به جای خود و یک حرفی رو زدن، گفتن که روز بعدش این حرف این هستش که ما نباید اقتصادمون وضعیتمون یه جوری بشه باشه، منظورشون این هست که هست که همه امورمون به سیاست گذاران خارجی وابسته باشه و باید نفت رو حذف کنیم به مرور و به خودکفایی و این حرفا برسیم. معنی دوم حرف ایشون این نیستش که وضعیت اقتصادی ایران در حال حاضر وابسته است به سیاست گذاری های خارجی یا چی؟ بدون تردید اونها میدونن در صورت ادامه تحریم ها وضعیت دشوار اقتصادی کنونی و وضعیت بسیار رقت انگیز معیشتی مردم دشوارتر از پیش خواهد شد. اونها میدونن در صورت نرسیدن به یک سازش لمسی با گروه پنج به علاوه یا عملا با آمریکا، تحریم ها علیه ایران شدت بیشتری خواهد گرفت و در نتیجه اعمال تحریم ها دشواری های اقتصادی بیشتر از پیش میشه. واقعا گریبان جمهوری اسلامی را از نظر اقتصادی دنیای خارج گرفته، ولی همچنان آقای خامنه ای فکر میکنم که سرش در ابرها داره و لمسی از مسائل امروز ایران نداره و همچنان تاکید میکنه بر اقتصاد مقاومتی. زمانی من یادم میاد آقای چالنگی، آقای خمینی شروع کار وقتی به قدرت رسیده بود میگفت که، یا در جایی گفت که، من اگر قدرت داشتم به دور ایران یک دیوار میکشیدم و اون رو از این دنیای فاسد جدا نگه می‌داشتم. البته این بعد از اون تئوری صدور انقلاب بود که میگفت اگر ایران نابود بشه ولی اسلام پیروز بشه باز من راضی هستم، نگران نیستم. خب آقای خامنه‌ای هم واقعا به نوعی همین سیاست رو دنبال میکنه و همونطور که عرض کردم چون نصیبی از این مشکلات معیشتی مردم خانواده او، خود او و همکاران او در دولت و در بقیه ارکان قدرت ندارن، این فشار رو فقط به مردم تحمیل میکنه. یعنی وظیفه مردم و مسئولیت مردم میبینه که این فشارها رو تحمل بکنن. چرا؟ چون آقای خامنه‌ای میخواد اسرائیل نابود بشه، چون سپاه پاسداران میخواد که بمب اتمی داشته باشه، چرا که دولت تدبیر امید میخواد به هر حال تابع عوامل قدرت باشه تا نیازهای مردم. آقای تقی‌زاده، جریان اسید پاشی به روی زنان و دختران در اصفهان خوب جزو خبرهای اول هست، در سطح بین المللی هم منتشر شده. تعجب برانگیز نیست از حکومتی که از 23 بهمن ماه به همت و همکاری بسیاری به قدرت رسید ملایان در ایران و کشتند و زدند و شقه کردن انسانی رو در خیابون کاخ تهران و اقداماتی که امروز بخشی از همون اقدامات رو داعش انجام میده. حرف بر سر این هستش که چون این اقداماتی در شهری مثل اصفهان به توریسم لطمه میزنه. واقعیت مورد هدف پرسش من این هستش که درآمد ایران از توریسم چقدر هست در حال حاضر؟ آیا ایران اون درآمدی که میتونه بالقوه داشته باشه داره یا نه؟ یا توریسم یک صنعت درجه 3-4 تبدیل شده در ایران؟ آقای چالنگی، اگر سرمایه خارجی به یک کشوری بخواد بره، به دنبال امنیت میگرده و به دنبال داشتن سود بیشتر. توریست اگر به یک جایی میره میخواد استقلال و آزادی و امنیت داشته باشه. این شعارهایی که جمهوری اسلامی رنگ سیاسی اون رو به مردم تحویل میداد، واقعا میخواد لذت ببره، استراحت بکنه. آیا در ایران امروز برای پذیرایی از مسافر خارجی چنین زمینه وجود داره؟ ضمن اینکه ساختارهای توریستی در ایران شکل طبیعی قابل مقایسه با حتی کشورهای همسایه رو نداره، از نظر سیاسی، از نظر مذهبی، از نظر تحمیل‌هایی که به جامعه میشه، محدودیت‌هایی که برای مسافر خارجی فراهم میشه، تنها کسانی به ایران میرن که اجبار در سفر دارن یا واقعا اونقدر به سیم آخر زدن که هر خطری رو به تن میخرن. در مقابل میلیون ها مسافری که از کشور همسایه ترکیه سالانه بازدید میکنن، تعداد مسافران خارجی که به نیت سیاحت به ایران میان به چند هزار نفر هم نمیرسه، در حالی که ما فقط در این کشوری که نسبتاً خشک است در سالهای پیش از انقلاب بیش از 20 هزار مسافر داشتیم که فقط به قصد اسکی کردن به ایران میامدن، حالا دیدن از مراکز دیگر سیاحتی در ایران به جای خود.
آماری منتشر شده بود ماه قبل که دبی در باز برای دومین سال پیاپی مهمترین شهر جهان بود از نظر برگزاری کنفرانس ها و رویدادهای بین المللی. این اهمیت این موضوع چی هست آقای طرزاده؟ مقایسه بکنید آقای چارلنگی، دبی رو با کیش پیش از انقلاب، زمانی که کیش واقعا جواهر خلیج فارس بود، بهترین تأسیسات توریستی، مسافرتی، سیاحتی در این جزیره فراهم شده بود. هواپیمای کنکورد که هواپیمای فوق سرعت صوت برای مسافرها و حمل و نقل مسافری بود، یکی از چهار مقصدی که داشت رفتن به جزیره کیش در ایران بود. در اون زمان قشم جزیره دیگری بود که باید به راه کیش میرفت و تبدیل به یک مرکز سیاحتی بزرگ در خلیج فارس میشد. همزمان وقتی نگاه میکردیم به کشورهای جنوبی خلیج فارس، تنها جایی که نسبتاً رشدی کرده بود به علت درآمد نفت کویت بود، در حالی که ابوظبی، دبی و این هفت امارات دیگر و قطر کشورهایی بودند کوچک با دشتهایی از شنزار. هیچ کدوم از این آسمون خراش ها وجود نداشت، ولی حالا میبینیم که هر کدوم از این شهرها، ابوظبی، دبی و شهرهای امارات هفتگانه، تبدیل به جنگلی از آسمان خراش ها شده و تبدیل به یک مرکزهای بزرگ مالی و دانشگاهی. نه تنها مردم برای برگزاری کنفرانس ها به این شهرها میرن، بلکه برای آموزش دانشگاهی هم به جای بیروت، به جای رفتن به ایران، حالا راهی دانشگاه آمریکایی مثلا دبی میشن، یا قطر میزبان مسابقات نهایی جام جهانی است، کشوری که بیش از 1 میلیون جمعیت نداره. خب طبیعی است که مردم اون از این مزیت ها برخوردار میشن و دولت های اونها از این امکانات برای افزایش اعتبار و نفوذ منطقه ایشون استفاده میکنن، حال اینکه ایران در شمال آبهای خلیج فارس با داشتن امتیازاتی به مراتب زیادتر در وضعیتی قرار گرفته که افتاد و دانی. مقایسه بکنید کیش امروز رو با اون چه که در دبی اتفاق افتاده. آیا ایران با توجه به شرایط منطقه و بین المللی میتونه امیدوار باشه برای آینده خودش جایی پیدا کنه رو به پیشرفت از نظر اقتصادی در منطقه، و این در چه شرایطی خواهد بود آقای طرزاده که بتونه از همه امکانات و بالقوه خودش در جهت بهبود وضعیت سفره مردم استفاده بکنه؟ این رو ما شاید چون انتقاد زیاد میکنیم آقای شارلنگی، شاید بعضی ها به عنوان نقنق کردن از اون یاد بکنن، ولی این واقعا یک واقعیت غیر قابل تردیده. تا زمانی که جمهوری اسلامی با وضع موجود بر قدرت هست، کمترین امیدی برای تغییر مسیر ایران و حرکت به صورت به سمت ترقی و تعالی وجود نداره. مدیریت کلان مملکت مدیریتی است که به بیراهه میره. حاکمیت دارای فساد عمیق سیاسی و اقتصادی است، یعنی وضعیتی است که اصلاح پذیر نیست. حتی اگر گروهی به عنوان اصلاح طلب در سالهای پیش انتظار بهبود از داخل رو داشتن، این انتظار به طور کامل از بین رفته. مناسبات خارجی ایران با وجود حاکمیت فعلی اجازه همزیستی مسالمت آمیز با کشورهای همسایه به صورت طبیعی رو نمیده. تا وقتی وضع موجود هست، کمترین امیدی برای فردای ایران نیست. ولی در صورت یک تغییر ساختاری و تغییر سیاستهای کلان و سیاستگزاران جامعه فردای امروز ایران، حتی در یک فاصله 10 ساله هم ایران میتونه در مسیری قرار بگیره که امروز ترکیه هست. این سیاستگزاری ها و این سیاست ها چی هست؟ مشخصاتش چی هست؟ داشتن مناسبات آزاد با دنیای خارج، رو کردن به اقتصاد آزاد در داخل، انتقال مدیریت از شکل متمرکز و دولتی کنونی به مردم، تقویت بخش خصوصی، استفاده درست از امکانات طبیعی ایران من جمله نفت و گاز. چرا نباید ایران 6 میلیون یا 7 میلیون ظرفیت روزانه صادرات نفت داشته باشه و در نتیجه تحریم ها و سوء مدیریت به روی کاغذ 1,400,000 بشکه نفت تولید و صادر بکنه و در عمل 1 میلیون بشکه؟ چرا باید همه فازهای گاز پارس جنوبی ازش بهره‌برداری کامل نشه و این درآمدها به اقتصاد ایران و از اقتصاد ایران به مردم تزریق نشه؟ راه‌های رشد ایران راه‌های بسیار ساده و روشنی است. اونچه که وجود داره و مانع رسیدن به این راه‌ها است،
مدیریت کلان سیاسی امروز ایرانه. مدده ها رو اون وقت چه میشه کرد؟ آقای تقی‌زاده گرامی، با سپاس بسیار از شما که با ما بودید و با امید به دیدار و گفتگو با شما در برنامه آینده. وقت شما سپاسگزاریم، روزگارتون خوش و امیدواریم آرزوی هوای آفتابی برای شما و همه جزیره نشینان انگلستان یا بریتانیا رو بدید. برای شما متقابلا هوای بهاری رو در لس آنجلس آرزو می‌کنم. سپاس بسیار. پی می‌گیریم تفسیر خبر را از شبکه تلویزیونی ایران فردا. تا لحظاتی دیگر آقای منصور اوسانلو، فعال کارگری و سندیکایی، با ما خواهند بود از نیوجرسی. می‌پردازیم به آخرین خبرها در عرصه کارگری در ایران. تجمع کارگران مخابرات روستایی و ادامه تحصیل‌های کارگری در خوزستان و دیگر مناطق کشور. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. با من و شما هستند آقای منصور اوسانلو، فعال کارگری و سندیکایی در نیوجرسی. سلام به شما منصور خان گرامی. سلام به شما و همکاران عزیز و هممیهنان گرامی ما که درگیرند با این مشکلات و در مبارزه. آقای اوسانلو، شما به عنوان یک فعال کارگری سرشناس، فعال سندیکایی کارگری سرشناس در ایران و خارج از ایران، به جامعتون نگاه میکنیم. اون چه که در اصفهان رخ داد که البته از قربانیان این اسید پاشی های حکومت فقیه در ایران از جمله کسانی هم بودن، خانم ها، دختران و بانوان گرامی که از خانواده های کارگری بودن. ارزیابیتون چی هست؟ تفسیرتون چی هست؟ چه میبینید؟ من به یک نکته میخوام اشاره بکنم در این موضوع که شاید بعضی از دوستان نپذیرن، ولی من چون سیر حوادث رو که دارم تعقیب میکنم، میبینم از زمانی که قضیه جنبش کوبانی با حضور زنها و دختران کرد زحمتکش و بسیار فقیر اما آگاه که جان به کف آمدن و با اسلحه ایستادن جلوی این داعشی های خونخور، و همین داعشی های خونخور ریشه شون از داعشی های داخلی کشور ماست، و یک روحیه پیروزی، یک روحیه همبستگی به وجود اومد در حمایت از کوبانی به عنوان یک مرکز دفاع از حقوق زنان، دفاع از دموکراسی، دفاع از سکولاریسم، و امید زیادی در جوانان ایرانی برانگیخت، مخصوصا زنان و دختران ایرانی که شما دیدید در 10-15 شهر در شهرهای مختلف ایرانی ها هم به تظاهرات آمدن. بانه، مهاباد، ارومیه، تبریز، تهران، همینطور هست تا ایلام، و زنان زیادی در این تظاهرات به حمایت از این رزمندگان و زنان کوبانی به میدان آمدند. تا اون چهره ای رو که ولایت فقیه و اسلامگره ها از زن میخوان ترسیم کنن، شکستش رو ببینن که در کوبانی چگونه این زنها حاضر شدن از جون خودشون بگذرن و این داعشی های حکومت اسلامی خونخور رو شکست بدن و کوبانی بیرون کنن. این روحیه به درون جامعه ایران اومد و اون اطلاعات و اخباری که من از دوستان خودم دارم، زنان و دختران، مبارزان، خبرنگارا، خانواده‌های زندانی‌ها، خانواده‌های کارگری، که اتفاقا این مسئله کوبانی روی همه اونا اثر مثبتی گذاشت و این به میدان آمدن چند صد نفره و یا چند هزار نفره در بعضی از شهرها، روحیه‌شو به تمام جامعه ما یک روحیه مقاوم و پیروزی رو داد. و این احساسی که زنها دوباره به میدان آمدن در کنار مردها، جوونا مخصوصا، چه کارگر، چه کارمند، چه معلم، چه دانشجو، اینها یه تأثیر روانشناسی تو جامعه گذاشت که حس امید و به میدان اومدن رو ایجاد کرد. حکومت جمهوری اسلامی که خودش از پایه‌گذارای این داعش ها در القاعده، در طالبان، از افغانستان 36 سال پیش تا امروز بوده و خودش داعش اصلی است به نظر من، به خاطر اینکه روحیه امید رو بشکنه،
فرمان داد که زنهای ایرانی و دختران ایرانی رو که به میدان آمدن و زیر بار این حجاب نرفتن و از زنان کوبانی، دختران کوبانی دارن حمایت میکنن و روحیهشون بالا میره، این روحیه رو بشکنن. از همینجا امام جمعه اصفهان اومد گفتش که دیگه برای نمیدونم امر به معروف و نهی از منکر و حجاب گفتن لسانی کافی نیست، یعنی دستور حمله داد، یعنی دیگه زبون کافی نیست، باید یه کار دیگه. و از همین پیام نشون میده که کسانی که دارن این کارو بر علیه زنان و دختران شجاع ایران که زیر بار حجاب اجباری و برقه و روسری های زورکی و چادر نرفتن، دستور حکومتیه که این اتفاق بیفته. من متاسفانه شنیدم امروز در مشهد هم چنین نمونه های رو زمزمه هاش آمده و یکی دو مورد هاش اومده، در تهران هم یه مورد اومد، ولی اصلش در اصفهان که 4 نفر رو فعلا دولتی ها قبول کردن، ولی مردم تو اخباری که دادن تا 15 نفر آمار زنان و دخترانی که مورد حمله اسید پاشی واقع شدن رو گفتن. حالا مسئله اساسی اینه، مردم به میدان آمدن، ایستادن، خانواده ها بیانیه دادن، مردم هم اومدن جلوی دادگستری اصفهان، جمعیت زیادی اومد. حتما هم شما فیلم ها و عکساشو که از داخل ایران منتشر شد دیدید، در بعضی از سایت ها منتشر شده، رو فیسبوک هم که ما داریم گذاشتیم. این به میدان آمدن مردم برای مقابله با این اسید پاشی یک همبستگی جدید در دفاع از حقوق زنان ایرانی که خواهران، مادران، همسران و اصل قضیه جامعه ما هستند. بله آقای اوسانلو، ببینید مسئله مبارزه زنان با اونچه که با انقلاب اومد از روز نخست در واقع بود، از روز 23 بهمن ما، از تجمع بانوان در برابر نخست وزیری مهندس مهدی بازرگان بود و تمام همردیفان مهندس مهدی بازرگان که بعدها ملی مذهبی خونده شدن، بانوان ایرانی که اومده بودن اعتراض کرده بودن به قوانین و مقرراتی که داشت از راه میرسید، یا روسری یا توسری، که البته بانوان گرانقدر ایرانی از سوی بسیاری از احزاب و گروه ها، حزب توده گرفته تا چریکای فدایی خلق تا افراد به اصطلاح تک و معروفی، نویسندگانی مثل علی اصغر آسد جوادی یا بقیه، مورد حمله قرار گرفتن، اهانت قرار گرفتن، که اینا عوامل بیگانه هستن و حتی نسبتهای بسیار زنندهی به بانوان گرانقدر ایرانی دارن. به ادامه پیدا کرد مقاومت زنان و دختران ایرانی در باره قوانینی که از راه رسیده بود، یا روسری یا توسری و مخلفات این قوانین، و بسیاری بودن از آقایونی که الان شاید از قطار حکومت پیاده شدن یا به زور پیادهشون کردن یا هرچه، کسانی که امروز مانیفست جمهوری خواهی می نویسن اما پونز بر پیشانی دختران ایرانی که حجاب نداشتن فرو می کردن در خیابونها، یا با مهمل بافی های بسیار تقویت می کردن چماق ولایت رو برای کوبیدن به سر بانوان ایرانی، و امروز فیلمساز هستن در خارج یا حوالی ایران. برحال این بوده، از روز 23 بوده. این روز روز که دولتی هست ظاهرن میخواد چهره بهتری رو نشون بده و بگه که ما با داعش فرق میکنیم، این رو چطور شما میبینید که یک مرتبه باز این اسید پاشویی های که سالها در تهران وجود داشت، نه اینکه نداشت، تیغ کشیدن، موکتوری و همه اینا، گفتم پونس و به پیشانی دختران ایرانی فرو کردن، ولی الان چرا این رو چه میبینیم در این شرایط به خصوص و یه همچین دولتی که مدعی تفاوت با دولتهای پیشین هست، احمدی نژاد و بقیه؟ اتفاقا به نکته خوبی اشاره کردید، چون که این دولت فعلی میاد 3 روز نمیدونم تعطیل عمومی اعلام میکنه برای مردن یه آدمی به نام مهدوی کنی، و این آدم بجز جنایت و فضاحت و غارت حقوق اموال مردم و بدتر کردن شرایط زحمتکشان جامعه و به وجود آوردن این اوضاعی که تو کشور ما هست، جز کسایی بوده که نقش اصلی داشته.
اما این دولت برای این دخترانی که اسید پاشی شدن، این زنان زحمتکش، بسیاری از اینها خب یا کارمندن یا پرستارن یا خبرنگارن یا دختران خانواده های کارگری و کارمندی هن، کسایی که بهشون اسید پاشی شده. هیچ کدوم از خانواده های حکومتی و سطح بالا و میلیاردرهای وابسته به حکومت نیستن که توی چهارراه و خیابون معمولی دارن جلوی مغازه میرن خرید کنن بهشون اسید میپاشن. اتفاقا اگر دولت آقای روحانی مردمی بود و به اون 18 میلیون رأیش میخواست نگاهی بکنه، باید میومد این عزای عمومی رو در رابطه با این اسید پاشی که به این زنان و دختران میهن ما شده اعلام میکرد، در رابطه با اون دختر عزیزی که بر اثر اسید پاشی جانش رو از دست داده، قلبش از حرکت ایستاده، باید اعلام میکرد. و اتفاقا ما به عنوان کارگرها خودمون رو جدا از مبارزات دیگه و از مقاومت های دیگه نمیدونیم، چون همین زنان و دختران، دختران و بچه های ما هم، خواهران ما هم، مادران ما هم، فرقی نمیکنه. همین خانواده هایی که امروز اومدن جلوی دادگستری تظاهرات کردن و یا کسانی که تو تهران به حمایت از خانم ستوده که یک وکیل شجاع است که از کارگرام دفاع کرده، از حقوق بشر هم دفاع کرده، از حق اشتغال خودش که ما هم کارگریم حق اشتغال رو میخوایم، دفاع کرده که باید من شاغل باشم و حق ندارید که پروانه کار منو باطل بکنید. و عده‌ای هم به ایشون پیوستن، حتی آقای نوریزاد اونجا کتک خورده، دوباره گرفتن بردنش کلانتری، یعنی هم در تهران و هم در اصفهان دو مرکز ایستادگی دوباره به وجود اومده و مردمی به میدان آمدن برای دفاع از حقوق اجتماعی، دفاع از حقوق دیگران، نه برای منافع فردی خودشون، بلکه منافع فردی ما، چه در دفاع از حق اشتغال خانم ستوده، چه در دفاع از حق پوشش و لباس و آزادی زنان جامعه ما به عنوان طبقه کارگر، به عنوان کارگران ایران. ما به عنوان نیروی پیشرو از تمام حقوق دفاع میکنیم، از حقوق زنان، از حقوق اشتغال، از حقوق وکلا، چرا که همه این جریان های اجتماعی، این اقشار اجتماعی با ما پیوند دارن. زنان کیان؟ دختران و فرزندان و همسران ما هستن، فرقی نمیکنه. خانم ستوده یا دیگرانی که به حمایت از ایشون اومدن در تهران و مورد حمله واقع شدن، سعی کردن پراکندهشون کنن، حتی راهپیمایی کردن، بعد از جلوی کانون وکلا تا مجلس که بپیوندن، به نوعی خیلی جالب الان جلوی مجلس شما میبینید انواع تظاهرات ها هست، از بیکاران، از معترضین، از کارگرایی که از شهرستان ها میان، و الان همه اینا به نوعی کم کم داره در هم گره میخوره، یعنی یک جنبش دموکراتیک سراسری میشه. حالا این اگر بشه یا میشه یا هرچی، این بحث دیگری است، اما بحث صحبت من اینه، شما ببینید در یه جای بابای ایستاده به اسم حسن روحانی و سعی میکنه و مرتب هم این حرفا رو میزنه که از حقوق مردم رو باید رعایت کرد و ما از حقوق مردم نمیگذریم، در مورد برنامه اتمی میگه رئیس دولت در جمهوری اسلامی، در مورد برنامه اتمی، از حقوق مردم. خب مردم همین ها هستن، بخش بزرگیش که اشاره کردید، مردم همین ها، دختران نازنینی هستن که اسید به صورتشون پاشیده میشه. این رو چطور میشه به اصطلاح کنار هم قرار داد؟ حقوق مردم در مورد فقط برنامه اتمی است یا امنیت اجتماعی، امنیت شغلی، امنیت زندگی شخصی و و بقیه مسائل؟ چه کسی مسئوله؟ یعنی حرف من این هست که این دوتا رو پلو هم نگه قرار بدید، آیا چه اتفاقی داره میفته در ایران؟ ببینید، این فقط داره چهره واقعی این که افرادی که در دفاع از حکومت به ظاهر کلام مردم رو به کار میبرن، ولی یک سال هم نمیگذره که نقاب کنده میشه. شما ببینید از زمانی همین آقای روحانی اومد در تو با حداقل دستمزدها که به سرنوشت میلیون ها میلیون ایرانی و خانواده هاشون، کارگرا، زحمتکشا مربوط میشه، که حداقل دستمزد پارسال که 600 هزار تومان اعلام شد و 2.5 میلیون تومان هزینه ها رو خود نهادهای دولتی و مجلس و حکومتی ها قبول کردن و مصوبه، یعنی یک سوم یا یک چهارم هزینه واقعی رو به عنوان دستمزد گفتن. الان هم که مرز گرانی و تورم و گرفتاری ها، هزینه های زندگی، اجاره خونه، اینطور که رشد کرده به نزدیک 3 میلیون تومان در ماه رسیده و الان کارگرای پیشرو مثل آقای مددی که مصاحبه کرد و در سایت ها منتشر شد،
به عنوان یک سندیکالیست میگه آقا ما اصلا به سیاست شما کاری نداریم، تو اگه یک دولتی هستی که راست میگی کمتری کار تو اینه ماده 41 قانون کار اجرا بکن. ماده 41 قانون کار یک مسئله ساده ایه، میگه بایستی دستمزد و حقوقی به هر کارگر، کارمند، زحمتکش، خانواده ایرانی تعلق بگیره طبق ماده 41، اونم بر پایه اصل 43 خود قانون اساسی خود این آقایون که اصلا رعایتش نمیکنن. این جایی که مربوط به حقوق مردمه، چون آقای روحانی هم شما گفتی از مردم میگه، طبق این ماده 41 و اصل 43 قانون اساسی خود جمهوری اسلامی، دولت، حکومت مکلف است که خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت، آموزش و حتی رفاه و تفریح و شرایط حضور در مدیریت کارگران، خانواده هاشون و مردم رو با دستمزدی که میگیرن به اونها بده. آیا با ماه 600 700 هزار تومان در مقابل گرانی 2.5 تا 3 میلیون تومان در ماه هزینه زندگی جوابی به این خواسته مردم داره داده میشه؟ نه. قراردادهای کار در این یک سالی که آقای روحانی اومده آیا به طرف رسمی شدن طبق ماده 7 قانون کار در کارهای دائمی حرکت کرده؟ نه. آیا سندیکا و تشکل‌های مستقل طبق اصل 26 قانون اساسی بایستی آزادانه فعالیت بکنن آزاد شدن؟ نه. کارگرای زندانی، معلم‌ها، خبرنگارا، روشنفکرا، وکلا آزاد شدن؟ نه. به جاش چی میشه؟ سرکوب بیشتر، اسید پاشی، حتی جلوی وکالت خانم مثل ستوده که دنیا میشناسنش و در جلسه قبلی این شغلش تایید شده که میتونه وکالت کنه، حق اشتغال مردم رو سلب دارن میکنن. چهره واقعی آقای روحانی اینجا معلوم میشه. الان تجمعات اعتراضی 700 کارگر داریم جلوی مجلس، دفعه دهمه میان، حقوقشون رو نمیدن، قرارداد کارشون رو تنظیم نمیکنن، عقب افتادگیشون رو نمیدن. 20 ماه کارگر است در نساجی‌های مازندران حقوق نگرفته. یعنی ببینید اینا همه داره در هم کم کم گره میخوره. و اگه آقای روحانی راست میگه حقوق مردم، این حقوق مردم است، خب بیاد انجام بده. نمیتونه شجاعانه به توی تلویزیون میگه آقا من نمیتونم، استعفا بده بره کنار، تکلیف این مردم رو روشن کنه. 18 میلیونی که بهش رأی دادن، اینها بجز نقاب افکنی از چهره خودشون توی یه سال کاری نکردن. و من مطمئنم در روزهای آینده با شرایطی که جامعه پیش میره، سطح مطالبات و درخواست که داره بالاتر میره، اعتراضا و اعتصابای کارگری و تجمعات که داره بیشتر میشه. یکی دیگه هم بگم، یه کمی طولانی شد، منو ببخش جناب چالنگی. خواهش میکنم. کارگران کارخونه کاشی گیلانا 35 روزه شده، 35 روزه کارگران تو اعتصابن، 16 ماه حقوق عقب افتاده شون رو ندادن، بیمه شون رو نمیدن، تامین اجتماعی از اینا پشتیبانی نمیکنه. و اینا اومدن تهران، اومدن جلوی مجلس، رفتن وزارت کار، ولی ایستادن و میگن حالا که حقوق ما رو نمیدین عیبی نداره، سهام این کارخونه رو به نام ما بکنید مطابق اون 16 ماه حقوقمون، ببینید چند صد میلیون تومان میشه و ماهی هم 10,000 تا حقوق ما کم کنید میشه. ما خودمون سهامدار کارخونه‌ای که دولت و حکومت نمیتونن اداره کنن، خود ما کارگرا، خود ما معدنچیا، خود ما کارمندا ادارش میکنیم. این همه لولو سر خرمن میخوان چه کار مردم؟ کارگری که کار میکنه قدرت مدیریت و اداره کار هم داره. بله. و در این شرایطی که رسما اعلام میشه خط فقر به حدود 1,000 دلار رسیده. بله، ماهی 3 میلیون تومان، 3,200,000 تومان. وقت دستمزد اینطوریه، حقوق ها رو نمیدن. آیا اینا فکر میکنن تا کی میشه مردم رو اینطور ساکن، کارگرها رو اینطور ساکن نگه داشت؟ الان نساجی بازندران، کارگرای بازنشسته فولاد اصفهان، خود کارگرای ذوب آهن، کارگرای فولاد خوزستان، کارگرای پتروشیمی، کارگرایی که تو اسکله های نفتی کامن، دونه دونه اینا که خدمتتون میگم خبراش از وقتمون کمه، یعنی هر یکیش مسند منه، همه اینا یا در اعتراضن، یا نامه جمع کردن، یا تومار دادن، یا آمدن جلوی وزارت نفت، یا رفتن جلوی فرمانداری های تو استانهاشون و به طرف یک اعتراضاتی داره پیش میره جامعه ما که درسته الان از هم جداست، ولی با گفتن اینها، پیام رسانی اینها، برنامه هایی که مثل همین تلویزیون شما و تلویزیون های دیگه بتونه این اطلاع رسانی ها رو بکنه، همه این جنبش ها یک روزی در هم گره میخورن و مردم اون حقوق اولیه خودشون، حق زندگیشون رو از این حکومت خواهند خواست. بله. خوب آقای اوسانلو،
واقعا اثر بلافاصله عدم پرداخت حقوق کارگران، خیلی از کارخونه ها از کارگران ماه حقوق نگرفتن، این اثر بلافاصلهش روی خانواده چی هست؟ درست که سفره خالی میشه، اما آیا پیامدهایی داره روی زندگی شخصی خانواده ها؟ چون این نکته رو کمتر آدم مورد توجه قرار میده، چه خانواده هایی که متاسفانه متلاشی شدن در اثر همین. بله کاملا درسته، شما چقدر انسانی به موضوع نگاه میکنی. واقعا موقع یک نفر کار میکنه صبح تا شب و بعد حقوق نمیگیره، موقع میره خونه جلوی زن و بچهش شرمنده است، سفرش خالیه، بچهش مریضه میخواد ببره دکتر نمیتونه، اون طرف همسرش یه خواست کوچیک واسه یه لباس بخواد نتونه بگیره. بسیار از خانواده ها زیر فشار فقر، گرونی، نپرداختن دستمزدها واقعا به مرز پاشیدگی رسیدن. خیلی از خانواده ها پاشیدن، طلاق گرفتن، جدا شدن، نتونستن اجاره خونه شون رو حتی بدن، به خاطر ندادن اجاره خونه آواره شدن توی خیابونا، اون رفته خونه پدر خودش، این رفته خونه فامیل خود. اصلا یک بساط، یعنی زندگی خصوصی اصلا بی‌معنا میشه موقعی که کسی درآمدش زندگیشو تامین نکنه. کار میکنه، حقوق میگیره، زندگیش تامین نمیشه. حالا چند ماه حقوقش هم بهش ندن، چقدر قرض کنه، چقدر بین اون رو بندازه، چقدر خجالت بکشه، چقدر از کاسب محل قسطی بگیره، چقدر سرشو خم کنه، خودشو پنهان کنه که صاحب خونه نبینش. خب همه اینا روان آدم ها رو پریشان میکنه، درگیری، عصبانیت، ناراحتی بین زن و شوهرها، بین بچه ها با پدر و مادرها، و دیدن این صحنه های غم انگیز که به خاطر نداشتن پول پدر و مادر درگیر میشن و بچه های صحنه رو میبینن، رشد خشونت، رشد درگیری های اجتماعی از درون خانواده ها میاد توی اجتماع، درس نخوندن بچه ها، نزدیک 4,300,000 دانش آموز طی این 4-5 سال گذشته بنا به آمار رسمی از تحصیل باز موندن. این بچه ها میان تو خیابون میشن چی؟ نه آموزشی، نه نهادی که مواظب اینا باشه، میشن کودکان کار و خیابان، میشن کودکان قربانی خشونت، قربانی تجاوز، قربانی باندای مواد مخدر، قربانی باندای تکدیگری حرفه‌ای حکومتی، و همه اینا سرنخش تو خود حکومت. باور کنید چرا؟ چون ثروت‌های میلیاردی جامعه جمع شده تو دست اونها. اگر این 800 میلیارد دلاری که جمع شده تو دست حکومتی یا یاران احمدی نژاد و بیت رهبری و آقا مشتبه و آقای خامنه‌ای برگرده تو جامعه، چرا کارگر 16 ماه نباید حقوق بگیره؟ چرا یه معلم بایستی کار کنه، جون بکنه ولی قرارداد کار نداشته باشه؟ همین امروز دوباره یه خبر من باز بهتون بگم، تعدادی از مربیان حق و تدریسی به صدا سازمان آموزش و فنی و حرفه‌ای که خودشون وابسته به وزارت کارن جمع شدن جلوی مجلس. اینا بجز اون 700 تا کارگر دیگه که عرض کردن و اینا هم خواستن بابا به ما قرارداد کار بدین، به ما حقوق بدین، ما رو بیمه کنین، استخداممون کنین. ما ببینید خب این آدمی که میاد تازه اینجا فوش میخوره، باتون میخوره، کتک میخوره، بعد میره تو خونش دست خالی با زن و بچهش، چه برخوردی میخواد بکنه؟ سوال شما کاملا بجاست. یعنی بجز فروپاشی نهاد خانواده که اینا به دروغ هی میگن اسلام گفته این است، اسلام گفته خانواده اون است، احترام زنتون، آخه بابا شکم گشنه انه لا معاش لا معاد له، خودشون میگن اینا رو. کسی که معاش و روزی نداره دین و ایمون نداره. حرفا چی چیه این دیگه؟ از حرفا خودشون من مجبور میشم بگم. ماجرا اینه، الان خانواده داره متلاشی میشن، خجالت از هم دیگه میکشن، درگیر با هم میشن. چه بسا که راههای فساد که تو جامعه به سود سرمایه‌دارا، مفخورا، گردن کلفتاست که به ناموس مردم هم دارن تجاوز میکنن، از همین جاها شروع میشه، از فقر. موقعی در یه خونه ای رو فقر زد اومد تو، ایمان، انسانیت پنجرش میره بیرون، نمیشه کاریش کرد. به هر حال ممنونم از توجه شما و سوالهای درستی که شما میکنی. سپاسگزاریم از شما و پاسخهای جامع و بازتاب دقیقی که از اوضاع جاری در کشور در ایران در این برنامه عرضه میکنید و برنامه های دیگه ای که دارید. آقای منصور حسانلوی عزیز، سپاس بسیار از شما و امیدواریم روزی کارگران در جایگاه شایسته خودشون باشند، خانواده های کارگری که در تمام ممالک
نقش سازنده ترین و اساس جامعه هستند. کشورهای آزاد خب قدر این کار رو میدونن و قدر کارگر رو میدونن و در واقع حاکمان اصلی هستند در کشورهای برخوردار از دموکراسی، و در کشورهای مثل ایران متاسفانه محرومین نخست از همه چیز. سپاس بسیار آقای حسین. من هم سپاسگزارم از شما. با امید دیدار. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوهساران دراک، تفتان و زگرس و تابشان، بر فلات ایران زمین دلهایتان شاد، روزگارتان خجسته باد.